یه آیه دیگه، فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الى قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الاخین. پس چرا مردم آبادی ایمان نیاوردند که تا ایمانشان به آنها سودی بدهد؟ یعنی به موقع ایمان نیاوردند. مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب خاری در زندگی دنیا را از آنها بر نداشتیم و آنها را تا زمان معینی ما برخوردارشون کردیم. میگه به یه قومی رحم کردم برای اینکه ایمان آوردن. سر ماجرا حضرت ادریس این بود دیگه. حضرت ادریس ایشون غیبت داشت، بعد خدا فرمود که از این قوم فاصله بگیر. خدا اگر ببینه جامعه حق ولی او رو نمیدونه، بزرگترین نعمت هم ولایت، چیکار میکنه؟ یه بار دو بار سه بار برای ما 11 بار امتحان کرد، 11 تا امام کشتی ما مسلمان، او رو میگیره تا آدم نشن پس بید. بعد به اینا گرسنگی چش، گرسنگی ها، ملخ میخوردن، از گرسنگی حشرات رو میخورد، گرسنگی کششون بعد 40 سال طول کشید. این چیز تو ذهنم 40 سال هم. بعد فرمود که حالا وقتشه. اونا گفتن غلط کرد خدا. ادریس نیست، حضرت ادریس خیاط بوده، درس هم میداده، برای همین ادریسه. و اینه که دیگه از اسامیشون اخنوخ نبیه. ادریس صفتشه. شما دیدی میگن لباس مندرس، چه ربطی بین لباس و درس دادن حضرت ادریسه؟ ربطش اینه. بعد خودش دستور گفتن خب ادریس رفت، خدا ادریس کی هست؟ مگه ادریس من خدا ما چی میگو؟ یه آدم باشید، یه دادم باشیم. یه فقهایی بینشون پیدا شد، ببین چقدر شبیه این جامعه است. یه فقهایی بینشون گفت خب میتونیم که خودمون آدم باشیم. خدا امتحانشون کرد، دید نه واقعا وایستادن پا کار. به ادریس گفت برگرد برو. گفت خدا برم. چون همین برم و گفت، از اون گرسنگی که اونا چشونده بودن بهش چشون، هر کی با مش پیش برفش میشه. این حرفای مثلا حضرت یونس چیکار کرد؟ ای بابا این قوم اصلا چیز حالیشون نمیشه، ترک پست کرد. کار هر روز ماست غرغر کردن، کار فرهنگی میکنن صبح تا شب غر میزنن. کار فرهنگی این کار چی؟ هدایت مردم غرغر هم میکنن. با ما از این کارا میکنه؟ نه این بچه اصلا نمیفهمه. عقاشقش حالا نصف برنج هم ریخت، تازه داره یاد میگیره. هرچی بری بالاتر پوست تو میکنه. قانونش هم اصلا نمیشه بزن. خود میشه بالا برم پوستم و نکنی؟ نه عزیزم، نه یا بالا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها.